دیدارهای مقامات و شخصیت ها با رئیس جمهور منتخب در چهارمین روز کاری. آقای جبلی با تبریک به رئیس جمهور منتخب وظیفه ذاتی ملی و انقلابی رسانه ملی در رقابتی کردن فضای انتخابات را تشریح و برای ادامه همکاری با دولت جدید اعلام آمادگی کرد. آقای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در پیامی انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید ایران را تبریک گفت. دو تا کانال خبری هم نسبت بهش اعلام جرم شد که براشون پرونده تشکیل شد و حدود 4500 پیج اینستاگرامی هم که تلاش میکردن تحریم کنن انتخاباتو و مردم رو مایوس بکنن اینا شناسایی شدن، از اقداماتشون جلوگیری شد. چند سال و جواب در خصوص تب دنگی. تب شدید چند درجه؟ 38 به بالا. 38 به بالا. سردرد، بعد از اون کوفتگی و بدن درد. 80 درصد بدون علامتن. پس 20 درصد این علامت ها مبتلا میشه. آیا این پشه در شب گزش دارد یا نه فقط روزه؟ عمده فعالیت این پشه در روزه. با نصب این برنامه ها روی تلفن همراهشان اول کالا را بررسی می کنند. اگر ساخت صهیونیست‌ها باشد برنامه هشدار می دهد و سراغ کالای دیگری می روند. برخی ها هم با ساختن این داب اسمش تحریم شرکت های حامی صهیونیست‌ها را کلید زدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خانم ها و آقایان، شب شما بخیر باشه. به خبرهای این بخش خوش آمدید. سه روز پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور بعدی ایران، دفتر کار آقای پزشکیان میزبان چهره های داخلی و تلفن ایشون پاسخگوی تماس های تبریک چهره های خارجی. ادامه دیدارهای مقامات و شخصیت‌ها با رئیس جمهور منتخب در چهارمین روز کاری. آقای مسعود پزشکیان در نهاد ریاست جمهوری میزبان رئیس قوه قضاییه شد. در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از همکاری دستگاه قضا با دولت برای گسترش عدالت اجتماعی گفت. رئیس جمهور منتخب هم بر عزم دولت در استفاده از ظرفیت‌ها برای بهبود وضع اقتصادی مردم و مبارزه با فساد تاکید کرد. رئیس رسانه ملی دیگر میهمان آقای پزشکیان در نهاد ریاست جمهوری بود. خدا قوت شما. آقای جبلی با تبریک به رئیس جمهور منتخب وظیفه ذاتی ملی و انقلابی رسانه ملی در رقابتی کردن فضای انتخابات را تشریح و برای ادامه همکاری با دولت جدید اعلام آمادگی کرد. آقای مسعود پزشکیان هم با قدردانی از تلاش‌های رسانه ملی در ایام انتخابات، نقش رسانه ملی در انتقال درست مطالبات و خواسته‌های مردم به مسئولان و انعکاس تلاش دولت مردان را مهم ارزیابی کرد. آقای احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی هم به دیدار رئیس جمهور منتخب رفت و با تبریک پیروزی در انتخابات این موفقیت را سرمایه‌ای برای رفع مشکلات مردم دانست. رئیس جمهور منتخب هم بر اهمیت ارائه مشاوره‌های کارشناسی از سوی این دبیرخانه برای تصمیم‌گیری‌های درست تاکید کرد. از دیگر میهمانان چهارمین روز کاری رئیس جمهور منتخب، آقای لاریجانی رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی، آقای رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران، آقای دستغیب رئیس دیوان محاسبات کشور، آقای مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی و آقای زنگنه وزیر اسبق نفت بودند. در کنار دیدارها آقای پزشکیان پاسخگوی تماس تبریک تلفنی سران کشورها در چند ساعت گذشته بود. نخست وزیر پاکستان در تماسی تلفنی با آقای پزشکیان بر آمادگی اسلام آباد برای توسعه مناسبات همه‌جانبه با تهران تاکید کرد. آقای شهباز شریف توافقات دو کشور در جریان سفر رئیس جمهور شهید به پاکستان را شالوده بسیار خوبی برای مشارکت سودمند دو جانبه دانست.
در تماس تلفنی دیگر آقای عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق ضمن تبریک به رئیس جمهور منتخب روابط دو کشور را عمیق، مستحکم و در راستای منافع دو ملت دانست و بر حفظ و ارتقای این روابط و ایجاد زمینه برای همکاری‌های بیشتر تاکید کرد. همچنین آقای شیا السودانی نخست وزیر عراق علاوه بر پیام تبریک در گفتگوی تلفنی هم از آقای پزشکیان برای سفر به این کشور دعوت کرد. آقای پزشکیان در این گفتگو اربعین را جلوه ای از پیوندهای عمیق فرهنگی و دینی دو ملت ایران و عراق دانست. آقای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در پیامی انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید ایران را تبریک گفت و ضمن آرزوی موفقیت از روابط حسنه دو ملت ایران و مصر تمجید کرد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هم در پیامی با تبریک پیروزی آقای پزشکیان در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری برای رئیس جمهور منتخب و مردم ایران آرزوی موفقیت کرد. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما. سازمان ملی هوش مصنوعی با حضور سرپرست ریاست جمهوری و معاون علمی رئیس جمهور افتتاح شد. دیماه پارسال رئیس جمهور شهید مصوبه نهایی سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی کشور را ابلاغ و مقرر کرد. در راستای ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی کشور و انجام امور دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تأسیس بشه. در حقیقت یه آسیب شناسی که کردید سه موضوع رو گفتید. یک، این که این کار یه کار بزرگیه، بنگاه بزرگ میخواد، تشکیلات بزرگ میخواد، این یه مطلب. دوم این که گفتید باید خصوصی بره این کار رو بکنه. سومیش هم گفته یه سرمایه گذاری نسبتا مناسب میخواد. این تشکیلات سازمان هوش مصنوعی میتونه محور این کار بشه برای اینکه این سه تا کار انجام بگیرن. معاون علمی رئیس جمهور هم از حمایت ویژه سرپرست ریاست جمهوری برای تأمین منابع توسعه هوش مصنوعی گفت. نکاتی که مد نظر قرار گرفت و دستور آقای مخبر رو به عنوان سرپرست محترم ریاست جمهوری داشت، اول تأمین منابع کافی در حد 5 میلیارد دلار با حمایت صندوق توسعه ملی بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت لازم شامل مزرعه پردازشی مناسب بود که انشالله با امید خدا در دستور قرار میگیره و کارش خوب پیش میره. مسئله دوم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی برای توسعه مدل‌های بزرگ و الگوریتم‌های بزرگ در حوزه هوش مصنوعی بود. اعلام جرم دستگاه قضا برای دو کانال خبری. سخنگوی قوه قضاییه میگه در دوران انتخابات برای دو کانال خبری اعلام جرم شد و 4500 صفحه در اینستاگرام که تلاش برای تشویق مردم برای تحریم انتخابات و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه را داشتن شناسایی شدند. اینجا میخوام یه تذکری بدم به فعالین فضای مجازی، کسانی که با گروه های مختلف در طیف های مختلف بودن، الان که انتخابات تمام شده بهشون توصیه میشه که رعایت نکات اخلاقی، قانونی و شرعی رو در اظهار نظرهاشون بکنن. ما تداوم رفتار بعضی از اخشا رو، هم از افرادی که در هر سمت و جایگاهی باشن، تداوم رفتار مجرمانه رو ببینیم، حتماً به وظیفه قانونی خودمون عمل خواهیم کرد. آقای جهانگیر در پاسخ به یک شایعه هم گفت در خصوص سوء استفاده از امکانات دولتی در امر انتخابات گزارش رسمی به دستگاه قضایی نرسیده. اما بشنوید از آخرین وضعیت پرونده ریزش معدن شازند. نکته ای که در اینجا مطرح شده بوده اینه که بهره بردار به اتهام تسبیب در قتل ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تحت پیگرد قرار گرفته و فعلا براش قرار صادر شده. از اونجایی که در روز قبل از حادثه انفجاری توسط همین بخش خصوصی در محل انجام شده بوده برای فعالیت معدنی،
بحث میزان تقصیر بهره بردار و صاحبین معدن نسبت به ریزشی که فردای اون روز اتفاق افتاده در حال بررسیه که انشالله به محض اینکه میزان قصور و تقصیر مشخص بشه و گزارش کارشناسی تکمیل بشه اطلاع رسانی تکمیلی هم خدمت مردم عزیز اعلام خواهد شد. امروز معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی خبر داد پیکر یکی از محبوسان حادثه معدن شازند پیدا شده و تلاش برای کشف پیکر دیگر کارگران محبوس در معدن ادامه داره. ارتش گام به گام تا خودکفایی. در سیرجان نمایشگاه دستاوردهای علمی و فنی نیروی دریایی ارتش با حضور فرمانده کل ارتش افتتاح شد. به گفته سرلشکر موسوی بسیاری از امکانات و نیازهایی که سالهای سال در حوزه اقیانوس نوردی به نحوی وابسته بودیم با ابتکار دانشمندان جوان، نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌های حوزه ارتش فراهم شد و حتی در حد بهتر و بالاتر به خودکفایی رسیدیم. تیم تروریستی نیامده منهدم شد. قرارگاه حمزه سید شهدای سپاه اعلام کرد گروه تروریستی ضد انقلاب که بامداد امروز قصد ورود به خاک ایران از مرزهای شمال غرب را داشت در کمین نیروهای قرارگاه گرفتار و متلاشی شد. تعدادی تروریست کشته و زخمی شدند و تجهیزاتشون هم ضبط شده. صف گذرنامه کوتاه‌تر شد. با آغاز به کار چاپخانه گذرنامه فرماندهی انتظامی کشور ظرفیت چاپ گذرنامه از 37 هزار جلد در روز به 60 هزار جلد رسید. اربعین را در پیش دارند همچنان گذرنامه زیارتی معتبر هست و قابل چاپ هم هست. گذرنامه عادی از این مسیر از مسیر پلیس های به اضافه دهی که میرن ثبت نام میکنن و مدارک میدن میسر میشه. گذرنامه زیارتی صرفاً در ورودشون با اپلیکیشن پلیس من در کوتاه‌ترین زمان انشالله به دستشون خواهد رسید. من میخوام خواهشم بکنم از مردم عزیزمون برای تهیه گذرنامه زمانهای آخر وقت خودشون را برای تهیه گذرنامه نگذارن. مصرف بی‌رویه برق کار رو به ارسال هشدار پیامک و درخواست وزیر نیرو از مشترکان رسوند. شرکت توانیر امروز ظهر به مشترکان مناطق پرمصرف تهران پیامکی مبنی بر هشدار سطح 2 برق فرستاد و البته این همه ماجرا نبود و وزیر نیرو هم از مردم دعوت به صرفه‌جویی کرد. در حال حاضر رشد مصرف اون خیلی بالاست، خیلی بالاست، یعنی بیش از 7% ما رشد مصرف داریم. انشالله اگر همکاری کماف سابق مثل سالهای گذشته باشه بدون دغدغه‌ای برق رو تأمین بکنیم. گرد و خاک نفس بعضی شهرها رو گرفت. وزش باد شدید شاخص کیفی هوای 8 شهر خوزستان رو به بالای 150 رسونده. در شازند و عراق هم شاخص کیفی هوا به 190 رسیده. این یعنی شرایط ناسالم برای تمام گروه‌های سنی. باد و گرد و خاک چندمین روز پیاپی در قم ادامه داشت و اداره‌ها را به تعطیلی کشوند. در سیستان و بلوچستان هم بادهای 120 روزه هشدار نارنجی هواشناسی را به همراه داشته. هواشناسی پیش بینی کرده باد در نیمه شرقی، دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز و جنوب غرب کشور ادامه دارد. خیمه سنگین بحران طوفان و سیل بر آمریکا و هند. طوفان بریل در تگزاس آمریکا دست کم 4 قربانی گرفته. برق بیش از 3 میلیون خونه هم قطع و چند نفر رو راهی بیمارستان کرده. طوفان و سیل باعث بسته شدن راه‌ها، لغو 1300 پرواز و قطع برق حدود 3 میلیون خانه و کسب و کار شده. در هند هم شمار قربانیان سیل به 85 نفر رسیده و 22 میلیون نفر بی سرپناه شدند. مجازات سنگین در انتظار پزشک نماها. جریمه دخالت افراد بدون صلاحیت در امور پزشکی و درمانی 236 برابر شد. خصوصا در حوزه زیبایی ورود میکنن چون جریمهش به خاطر ضعف قانونی 5 میلیون تومان بود بازدارنده نبود. خوشبختانه در مصوبه 4414 هیئت دولت
این جریمه به 580 میلیون تومان برای بار اول و 1 میلیارد و 160 میلیون تومان برای بار دوم به بعد افزایش پیدا کرد. مبتلایان به دنگی 149 نفر شدند. معاون وزارت بهداشت این خبر رو داده و میگه از این تعداد 11 نفر انتقال محلی، 130 نفر از کشور امارات، 6 نفر از پاکستان، 1 نفر از عمان و 1 نفر از بنین مبتلا شدند. به گفته آقای فرشیدی وجود پشه آئدس در استانهای هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و گیلان تایید شده و استانهای خوزستان، کرمان، گلستان و مازندران در معرض خطر قرار دارند. چند سوال و جواب در خصوص تب دنگی. مهمترین علامت این بیماری چی است؟ تب شدید. چند درجه؟ 38 به بالا. 38 بالا. سردرد، بعد از اون کوفتگی و بدن درد. چند درصد افرادی که مورد گزش پشه آئدس قرار می گیرن دوچار این علامت ها می شوند؟ 80 درصد بدون علامتن. پس 20 درصد این علامت ها مبتلا می شوند. بیشتر چه افرادی در واقع بستری می شن؟ معمولا افراد مسن، افرادی که سیستم ایمنی بدنشون ضعیفه، مادران باردار هم جزو اونایی هستن که ریسکشون بالاست. نکته قابل تأمل اینجاست که آب‌های کثیف جولانگا این پشه نیست. پشه باید جایی باشه، آب باشه که بیاد تخم گذاری بکنه. پس ما اگر آبی آب راکت و تمیز. آیا این پشه در شب گزش دارد یا نه فقط روزه؟ عمده فعالیت این پشه در روزه. شب نیست؟ شب استراحت میکنه. اگر اقدامات پیشگیرانه صورت بگیره احتمال گسترش این بیماری بسیار کم است. حتما از این توریا داشته باشن، از این پشه بندو داشته باشن. این افرادی که پشه میزنه باید قرنطینه بشن یا خونه بیرون برن یا نرن؟ ما توصیه میکنیم 1 هفته اول را از خونه بیرون نرن. 0.5 تا 1% احتمال فوت در بیمارانی که علامت های شدید دارن دیده شد. در حال حاضر هم 129 کشور درگیر بیماری تب دنگی شدند. هنوز از سرنوشت حجاج ایرانی بازداشت شده در عربستان سعودی خبری در دست نیست. شماری از زائران خانه خدا پس از مراسم اعلام براءت به دلایلی نامعلوم از سوی دولت عربستان سعودی بازداشت شدند. یکی از این افراد حجت الاسلام سید کاظم روح بخش از مبلغان دینیه که فیلم اعلام براءت از مشرکان او در فضای مجازی منتشر شده. کاربران فضای مجازی پویشی رو برای آزادی آقای روح بخش و سایر حجاج دربند راه انداختند. عربستان سعودی هنوز درباره دلایل بازداشت و ادامه بازداشت حجاج ایرانی توضیح نداده. مرکز باریکه غزه زیر آتش جنگنده های رژیم صهیونیستی. نظامیان اشغالگر امروز 29 نفر را در این منطقه به شهادت رسوندند. بعد از بمباران یک ساختمان مسکونی در نصیرات، دفتر رسانه‌ای غزه شمار شهدای این حمله را 17 نفر اعلام کرد و گفت 14 نفر از این شهدا زن و کودک هستند. از اردوگاه البریچ هم خبر میرسه دست کم 9 نفر از جمله 7 کودک زیر 10 سال در یک حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. منابع خبری میگن از صبح امروز بیش از 50 نفر در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. شما بیننده 23 هستید. فرار مالیاتی سخت‌تر شد. وزیر اقتصاد در مراسم افتتاح آزمایشگاه دادکاوی مالیاتی گفت از این پس دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تونن با استفاده از اطلاعات بینام شده سازمان امور مالیاتی به شناسایی فرار مالیاتی کمک کنند. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم به مردم وعده داد اگر فرار مالیاتی گزارش کنید پاداش میلیونی می‌گیرید. به صورت علل حساب به یه معدی که فرار مالیاتی به ما گزارش کرده بود عرض میکنم به صورت علل حساب 500 میلیون تومان پاداش دادیم و این مسیر مسیری است که انشالله به قوت ادامه خواهیم داد. 114 کلاهبردار فروشنده سوالات کنکور در دام قانون. رئیس پلیس فتا گفته این افراد از مدیران و گردانندگان هستی صفحه ها و کانال های مرتبط با فروش و واگذاری سوال های تقلبی کنکور بودند. سردار مجید با بیان اینکه تاکنون هیچ نمونه سوالی مرتبط با آزمون سراسری سال جاری از متهمان کشف نشده تاکید کرد 46 تارنما که تجهیزات تقلب در آزمون رو می‌فروختند زیر نظر قرار گرفتند.
که تا الان 33 نفر دستگیر شدند. برگزاری آزمون و دریافت شهریه در مدارس هیئت امنایی قدغن. هم آزمون گرفتن و هم عکس وجه کاملا غیر قانونی هست در این مدارس و هر مدرسه ای برای جذب دانش آموز در مدرسه هیئت امنایی آزمون بگیره کاملا تخلف انجام داده. فوق برنامه‌ای که تو این مدرسه ها قرار اجرا بشه این اختیاریه یا الزامیه؟ بر اساس آیین‌نامه مدیریت مدارس به شیوه هیئت امنایی کاملا اختیاری هست. نباید بابتش هزینه هم دریافت بشه دیگه. نه، اگر دانش آموزی در این کلاس ها شرکت میکنه هزینهش باید پرداخت بشه. اگر نخواد کاملا میتونه اختیاری است و دانش آموزش میتونه استفاده نکنه و هزینه هم پرداخت نکنه. مهمان 2000 ساله سر از خانه قاچاقچیان درآورد. پلیس پایتخت یک مجسمه فلزی باستانی رو از خونه دو تا قاچاقچی که قصد فروشش رو داشتن کشف کرده. قاچاقچی ها قرار بود بابت آب کردن این عتیقه 2000 ساله 20 میلیارد تومان به جیب بزنن که در نهایت به نوشیدن آب خنک در بازداشتگاه دعوت شدند. رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده اقدامات گروهک تروریستی منافقین از صدور اعلان قرمز برای هر ایرانی خارج از کشور که در گرد همایی های این گروهک حاضر می شود خبر داد. آقای دهقانی در 15 جلسه رسیدگی به اتهامات 104 عضو گروهک منافقین خطاب به کشورهای میزبان متهمان گفت مطابق کنوانسیون های بین المللی نمی شه به مجرمان اعمال تروریستی پناهندگی سیاسی داد. رئیس دادگاه یکی از اتهامات این افراد رو هواپیما ربایی عنوان کرد و گفت دولت مردانی که از این متهمان میزبانی کنند بنابر نقض کنوانسیون بین المللی قابلیت تعقیب دارند. آقای دهقانی همچنین از وصول شکایت از ایرانیان خارج از کشوری که با حضور در تجمع‌های منافقین برای شرکت در انتخابات مانع تراشی کردند خبر داد. رئیس دادگاه اعلام کرد از این پس چنانچه ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در هر کجای دنیا گرد همایی تشکیل دهند برای آنها اعلان قرمز صادر می شود و این افراد قطعا به کشور بازگردانده خواهند شد. جنبش BDS 19 ساله شد. این جنبش جهانی که حدود 2 دهه است با هدف تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی با اهرم‌های اقتصادی برای پایان اشغال سرزمین‌های فلسطین از مردم در سراسر جهان دعوت می‌کند تا کالاهای صهیونیستی و شرکت‌های حامی صهیونیست را تحریم کند. 2/3 خانوارهای انگلیسی مقصدشان اینجاست. برای خریدهای روزمرهشان سراغ فروشگاه زنجیره‌ای آلدی می‌روند. البته این فروشگاه برای آنکه یکی از محصولات رو دستش نماند و فروش برود مجبور شده یک نام را مخفی کند. So I picked up my wife's phone and opened the QR code scanner to find out whether really these are from South Africa. And you'll be surprised. Israel EAN13 که بعد از آن مقامات آفریقای جنوبی مسئولان فروشگاه آلدی را بر سر این موضوع بازخواست کردند. البته فروختن محصول صهیونیست‌ها با نام کشورهای دیگر فقط مختص آلدی نیست. این خانم فرانسوی زبان میگوید آمده بود میوه بخرد که این را دیده. با کاغذ نوشتند تولید کشور پرو، اما جعبه‌ها میگفتند از سرزمین‌های اشغالی آمدند. اما اینکه چرا فروشندگان نام صهیونیست‌ها را از خریداران پنهان می‌کنند، دلیلش به همان BDS برمی‌گردد. یک جنبش جهانی که افراد را به تحریم کالاهای صهیونیستی و شرکت‌های حامی صهیونیست‌ها دعوت کرده و خیلی ها مثل این خانم این دعوت را پذیرفتند. I'm off to get a coffee this morning from somewhere other than Starbucks. Please today join me when you get your coffee this morning. این خانم هندی هم میگوید تصمیم گرفته برای خوردن غذا دیگر به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مک‌دونالد نرود. این دو نفر را ببینید. با نصب این برنامه‌ها روی تلفن همراهشان اول کالا را بررسی می‌کنند. اگر ساخت صهیونیست‌ها باشد، برنامه هشدار می‌دهد و سراغ کالای دیگری می‌روند. برخی ها هم با ساختن این دابسمش تحریم شرکت‌های حامی صهیونیست‌ها را کلید زدند. Do you know what that tastes like?
like a company that doesn't support genocide. این تحریم و اعتراضات مقابل فروشگاه‌ها و شرکت‌های حامی صهیونیست‌ها برخی‌هایشان را به این حال و روز درآورده. کاربر این تصویر را منتشر کرد و نوشت این فروشگاه خالی بزرگترین نمایندگی استارباکس در قطر است. دیگری میگوید اینجا در یک شب شلوغ در استانبول این وضعیت رستوران مکدونالد است. هلو! شاید دیدن تصاویری مثل این باعث شد مکدونالد و استارباکس موضوع گزارش CNBC شود. نوشت تحریم ها کار خودش را کرده. تجارت این شرکت ها آسیب دیده. محمد جواد رهنما، خبرگزاری صدا و سیما. شب بخیر و خداحافظ.